آسان میتوان مرد، بی تو چه راحت میتوان دق کرد، اما محال است بی تو زیستن. ای عشق، ای وطن، ای سر همه سران، ای ساحر همه ساحران، ایران، 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 سرگذشت تأسیس اولین تلویزیون فارسی زبان در خارج از کشور با سرنوشت میلیون ها ایرانی مهاجر و خودتبعیدی که بسیاری از اونها برای اولین بار غربت غرب رو تجربه می کردن پیوندی تنگاتنگ داره و چگونگی شکلگیری تغییر و تحولات و آثار اون بر زندگی و تصمیم گیری های مردم تصویری گویا از گوشه های مختلف زندگی ایرانیان رو از آغاز تا کنون به دست می ده. حال و هوای ایرانیان در آن سالهای اول، چند و چون زندگی جدیدشون در کشور میزبان و چگونگی تطبیق اونها به مرور زمان حتما برای شما جالب خواهد بود. این قصه جذابیت چندگانه ای دارد. برای آن دست از دوستانی که در این سالها همراه و همگام با IRTV در شکلگیری افکار و فعالیت‌های سیاسی ایرانیان سهمی داشتند، مروری خواهد بود از وقایع و خاطرات خوب و بد. برای کسانی که تازه با لس آنجلس آشنا شدند و حتی آنهایی که 5 تا 10 سالی است که به ما پیوستند، تصویر درستی از پیشینه رسانه‌ها را به دست می‌ده. و برای شما هموطنانی که در داخل ایران هستید و ایرانیان مقیم لس آنجلس، یعنی بزرگترین مرکز تجمع ایرانیان خارج از کشور رو بیشتر از طریق نوارهای ویدیویی مترنم نوروزی می‌شناسید، تصویر مخدوش نشده‌ای از این سو به شما ارائه می‌کنه. در سال نو هم فال است و هم تماشا و در حقیقت کتاب تصویری جالبی است از جامعه شناسی مهاجرین ایران. به حال و هوای روزهای اول مهاجرت توجه کنید. به همین ساعت 3 اومدیم، بارون هم میومد، با این احوال از رو نرفتیم. از کجا میومدیم؟ از همین خونه ما سانمونیکا است. نزدیک هستیم؟ بله نزدیک هستیم، ولی خب بارون میومد نمیخواستیم پیاده بشیم، گفتیم وای میسیم بالاخره یه هوا درست میشه انشالله و اینا هم که قول دادن به ما، گفتن میایم حتما میاد. حتما ما اومدیم دیگه، به عهدمون وفا کردیم. سلام بر شما که به وعدتون عمل کردید و 13 رو با ما به در کردید و سلام بر شما که به خاطر گرفتاریاتون نتونستید در جمع ما حاضر بشید. الان من در سانتا مونیکا در پارک اوشن پارک هستم. بیشتر از 1000 نفر از خانواده های ایرانی در اینجا جمع شدن که نشون بدن به ایرانی بودنشون افتخار میکنن و چقدر به سنت های ملیشون اهمیت میذارن. از کجا اومدین؟
از ولی اومدم. راهتون هم دور بود. بله. با اینکه بارون بود اومدیم به خاطر دیدن هموطنا اومدیم اینجا که همدیگر رو ببینیم، یادی از ایران بکنیم. خب سبزم گره زدی؟ نه ازم گذشته دیگه. هرشون از خال گذشته. مگه خانم سبزه رو فقط برای شوهر کردن که گره نمیزنن؟ چی میزنن؟ هر آرزوی که داری. آها پس اگه این موضوع یه دور میزنن حتما میزنن. شما چی آقا؟ خانم مهربانی من از شما بی نهایت سپاسگزارم به نام یک فرد ایرانی که واقعا این سنت رو زنده کردید، پشت تلویزیون عنوان کردید که امروز ما اینجا جمع بشیم و سیزه بده رو بدر بکنیم. آش رشته شما نپختیم برای سیزه بدر؟ چرا بگویم چرا؟ آش رشته پختیم ولی تو خونه خوردیم دیگه. جای شما بسیار خالی. مرسی انشالله که همیشه هم هست اگر تشریف بیارین. خیلی ممنون انشالله که خوش باشین. خدمت هستم. میبینم شما تنها اومدین اینجا. نازی شما من با خواهرم اینا اومدم اینجا. شما سبزه گره زدی؟ گره زدم ولی از وقتی من شوهر فکر نمی‌کنم بیرون بیام. نه چرا؟ خب دیگه شوهر کم شده این دوره زمان. حالا اگه گیرمون اومد که خدا رو شکر، اگرم نیومد که باز میام سبزه گره میزنم. شما سبزه به این کوتاهی چه شکلی گره زدی؟ با زور خیلی شدید. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من. اگر خاک من از دست بره جایی ندارم، دل موندن برمان دیگر ندارم. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه من. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه.